سلام عزیزان، باز هم خوشحالم که امروز هم در این روز نو، تازگی نو در خونه های شما هستم. خوشحالم که امروز هم میتونم آیاتی رو از کلام خدا براتون بخونم. میخوام امروز از کتاب یوشع که کتاب از عهد عتیق هستش، از باب 1 آیه 8 رو با هم بخونیم. کتاب یوشع باب 1 آیه 8، کلام خدا میگوید: کتاب تورات را همیشه در نظر داشته باش، آن را بخوان و درباره آن روز و شب تفکر کن، تا بتوانی تمام دستوراتی را که در آن نوشته شده پیروی و اطاعت نمایی، آنگاه موفق و کامیاب خواهی شد. کتاب خدا، کلام خدا به ما داده شده تا در اون تفکر کنیم و کامیاب شویم. محبوبم از آن من است،
هموطنان ارجمند، پس از عرض سلام شما را به برنامه مودت خوش آمد گفته، امیدواریم که موضوع امروز تحت چه شرایط خدا با ماست که توسط کشیش ایوان ارائه می شود به ما کمک کند که زندگی شاد و موفقی در حضور خدا داشته باشیم. از دوم قرنتیان باب 13 آیه 11 برای شما می خونم. خلاصه ای برادران، شاد باشید، کامل شوید، تسلی پذیرید، یک رأی و با سلامتی بوده باشید و خدای محبت و سلامتی با شما خواهد بود. بفرمایید کشیش ایوان. خدا را شکر. با سلام های گرم باز در خدمت شما هستیم عزیزان و می خواهیم که شما هم راضی باشید و اون خدایی که امروز میخواد ما شاد باشیم، کامل باشیم، یک رأی باشیم، تسلی داشته باشیم، اون خدا را ما بشناسیم. چون در این آیه چه آیه پربرکتیه، میگه اگر این سه تا نکته، این سه چهار تا نکته را ما داشته باشیم، خدا با ما هست. پس خیلی لازمه بدونیم این سه چهار تا نکته چی میگه که ما همیشه خدای محبت و سلامتی را با خودمون داشته باشیم. اول میگه شاد باشید، بعد میگه کامل شوید، بعد میگه تسلی پذیرید. شاد باشید، کامل بشوید، یعنی یه جریانیه که باید طی بشه. تسلی پذیرید چون هست، و یک رأی و با سلامتی بوده باشید. این باز میره در آینده، یعنی هر کدوم از این آیات معنی و مفهوم عمیقی داره. چطور میتونیم ما شاد باشیم؟ اولا کلام خدا در فیلیپیان 4:4 که خیلی ها حفظن، میگه در خداوند شاد باشید، و باز هم میگم شاد باشید. شادی علامت موفقیته. کسی که در درساش موفق میشه، امتحان قبول میشه، شاده. کسی که در مشارکت پیروز میشه، شاده. کسی که در خیلی چیزها موفق میشه، پیروزی به دست میاره، مثلا تیم فوتبال وقتی فوتبال بازی کردن، برنده شدن، خیلی شادی میکنن. شما همه دیدید در استودیوم ها چه غوغایی به پا میشه. پس شادی علامت موفقیت و مشارکت و پیروزی است. و ما اگر در مسیح این را داشته باشیم، همیشه شادیم، یعنی همیشه موفقیت ما با مسیح باشه، مشارکت ما با مسیح باشه و پیروزی ما هم توسط مسیح باشه. هیچ وقت ما غم نمیخوریم، همیشه شاد خواهیم بود. و وقتی شاد باشیم، این تازه اولین نکته است که ما میخواییم خدای محبت و سلامتی را با خودمون داشته باشیم. نکته دوم میگه کامل شوید. در دوم دیموتاوس باب 3 آیه 16-17 درباره کلام خدا میگه، 3:16-17 میگه و این که بله تمامی کتب از الهام خداست و به جهت تعلیم، تنبیه، اصلاح و تربیت در عدالت مفید است تا مرد خدا کامل و به جهت هر عملی نیکو آراسته بشه. تمامی کتب از الهام خداست. و به چه جهت ما و چطور میتونیم کامل بشیم؟ اینجا لیستی داده. تعلیم، یعنی کلام خدا به ما تعلیم میده، ما باید قبول کنیم. ما را تنبیه میکنه، باید بپذیریم. ما را اصلاح میکنه، باید حاضر باشیم. ما را تربیت در عدالت میکنه، باید بفهمیم و حاضر باشیم اون را انجام بدیم. بنابراین کلام خداست که ما را کامل میکنه. هر چقدر در این چند نکته ما در کلام غوطه بخوریم، یعنی در تعلیم کلام، تنبیه کلام، اصلاح کلام، تربیت کلام ما این غوطه بخوریم، بیشتر کامل میشیم. و کامل بودن ما اینه که نه فقط آیات را حفظ کنیم عزیزان، چون بعضیا خیال میکنن علمه که ما را کامل میکنه، و در صورتی که اول قرنتیان 13 میگه اگر تمام علم کتاب مقدس رو من داشته باشم اما محبتش رو نداشته باشم، هیچ هستم. اما کولوسیان میگه از حکمت کلام پر بشید.
این خیلی مهمه که ما در عمق مطلب بریم و حاضر باشیم که نه اینکه اراده خودمونا تحمیل کنیم به کتاب مقدس، بلکه کتاب مقدس را ما در زندگی خودمون نسبت بدیم. بعضی‌ها آیاتی را که دوست ندارن دوست دارن بپیچونن، اما ما اجازه نداریم این کارو بکنیم. ما باید خودمون رو بپیچونیم. نکته سوم میگه تسلی در روح القدس. چرا؟ برای اینکه میگه یک رأی باشید. یک رأی بودن، سلامتی بودن، تسلی روح القدس. در یوحنا 16 13 و 14 در اونجا ما سه تا نکته میتونیم پیدا کنیم که تسلی روح القدس شامل این سه نکته است. 16 13 و 14 باب 16 انجیل یوحنا 13 14 لیکن چون او یعنی روح راستی آید شما را به جمیع راستی هدایت میکنه. از خودش حرف نمیزنه، از من میگیره. بعد 14 میگه او جلال او را مرا جلال خواهد داد، زیرا که از آنچه آن من است خواهد گرفت و به شما خواهد داد. پس ما میبینیم که روح القدس وقتی میاد ما را با محبت خدا آشنا میکنه. محبت خدا ما را تسلا میده، ما را آرامش میده، در دل ما جا میگیره. محبت خدا خیلی عالیه، پره. بعد حضور مسیح را ما همیشه احساس میکنیم. وقتی روح القدس میاد و اجازه میدیم که در ما کار بکنه، ما را تسلا بده، حضور مسیح همیشه روبروی ماست. و اگر حضور مسیح را ما همیشه احساس کنیم، از گناه فرار میکنیم. چنان که پولس رسول میگه من در حضور مسیح حرف میزنم، من در حضور خدا حرف میزنم، خدا مرا شاهد است. سر و کار ما اگر با حضور مسیح باشه عزیزان، ما گناه نمی کنیم، بلکه تسلی پیدا می کنیم، آرامش پیدا می کنیم. و نکته سوم پری روح القدسه. پری روح القدس به ما جرأت و دلیری میده که برای راستی بایستیم و تکان نخوریم. و بعضی ها متاسفانه چند چیز است که با هم یکی میدونن، مثلا تعمید روح القدس، پری روح القدس، مس روح القدس و غیره. اینا هر کدوم جای خودش داره، ولی پری روح القدس وقتیه که انسان دلیری پیدا میکنه و شهامت و جرأت پیدا میکنه، مثل شاگردان که ایستادن در مقابل مرشدان و اون رؤسای قوم یهود و حقیقت رو گفتن. بنابراین اون موقع است که ما از خدا تسلا پیدا میکنیم. نکته چهارم درک ایمانداران و مشارکت با آنهاست. در اعمال 2:46-47 ما باید با علاقه زیاد پای منبر مقدسین بشینیم. در اعمال رسولان باب 2:46-47 چنین میخوانیم و هر روزه در هیکل به یک دل پیوسته می بودند و در خانه ها نان را پاره می کردند و خوراک را به خوشی و ساده دلی می خوردند و خدا را هم می گفتند و نزد تمامی خلق عزیز می گردیدند و خداوند هر روزه ناجیان را بر کلیسا می افزود. خب اگر این چند تا نکته در ما باشه، خدای محبت و سلامتی با ما هست. یعنی اگر ما مشارکت با ایمانداران را رها نکنیم، بلکه هر روزه میگه به یک دل، یعنی نیومدیم با هم بحث کنیم، نیومدیم با هم یعنی غیبت دیگران رو بکنیم. وقتی ما جمع میشیم در افسوسیان به ما یاد میده چیکار بکنید. در افسوسیان باب 5 میگه که با یک دیگر به مزامیر، تسبیحات، سرودهای روحانی گفتگو کنید و در دلتون هم به خداوند بسرایید و ترنم نمایید، پیوسته به جهت هر چیز خدا و پدر را به نام خداوند ما عیسی مسیح شکر کنید. خب ما اگر وقتی جمع میشیم این آیات را در نظر داشته باشیم، انجام بدیم، برمیخوریم به همین 4 تا نکته. شاد باشید، کامل شوید، تسلا پذیرید و با ایمانداران یک دل باشید. اون موقع است که عزیزان خدای پدر در ما هست، محبت و سلامتی خدا همیشه در ما هست و ما ایمانداران عبوس نداریم، ایماندارانی که همیشه صورتشون مثل شیشه بعد از ظهر اونطوری نداریم،
ما مثل سه بعد از ظهر یا یه رو به سه، مثل یه رو به سه همیشه خندانیم. کلام خداوند مرتب میگه خوشحال باشید، مرتب میگه شاد باشید. چرا؟ برای اینکه خداوند تمام غم و غصه های ما رو برداشته، تمام دردهای ما رو برداشته، گناهان ما رو برداشته، مرضهای ما رو برداشته. ما چیزی نداریم که غصه بخوریم و نگران باشیم. پس بیاییم عزیزان دعا کنیم که خداوند این چند تا نکته را در ما عمل کنه. خداوند، ما هم میخواییم که شاد باشیم، کامل بشیم، تسلا پذیریم و ایمانداران را درک کنیم و با آنها مشارکت داشته باشیم. ای مسیح، بیا تو قلب ما و ما را عوض کن. به نام خودت طلبیدم. آمین. دوستان عزیز، خداوند ما خدای شادی هست و امروز در خانه شما آمده تا اینکه خونه شما را شادی در خانه شما بیاره، اومده تا امید و حیات در خانه شما بیاره. امروز میتونید زانو بزنید و درخواست کنید از عیسی مسیح که وارد زندگی شما بشه، وارد قلب‌های شما بشه تا قلب شما را شاد بسازه. و دوباره این آیه زیبا را میخونم. خلاصه ای برادران، شاد باشید، کامل شوید، تسلی پذیرید، یک رأی و با سلامتی بوده باشید و خدای محبت و سلامتی با شما خواهد بود. تا برنامه آینده، خدا نگهدار شما. چون در گناه مرده بودم، قلبم پر از ظلمم، با کلامش روشنم کرد، حال مسیح باشد در من، مسیح باشد در من، مسیح باشد در من. و چه نجاتی عظیم که مسیح باشد در من. چون انوار آفتاب دهد حیات به هر گلی، دهد نور و مهر و حیات، مسیح که باشد در من، مسیح باشد در من، مسیح باشد در من. و چه نجاتی عظیم که مسیح باشد در من. خواهم چون او رفتار کنم، چه شادی عظیم، روحم در من به وجد آید، چون مسیح باشد در من، مسیح باشد در من، مسیح باشد در من. و چه نجاتی عظیم که مسیح باشد در من. شما می توانید با ما با شماره واتساپ 2031-638-98-98-98 با ما تماس بگیرید و همینطور از طریق ایمیل با ایمیل wrpersian@gmail.com می توانید با ما در تماس باشید. wrpersian@gmail.com. به خدای تو داخل شده ام، تا بینم جمال چهره ات، با خونه برای آمده ام، پر شدم ز آتش رو.
رهبرم است
حرفام باشم آرامم چون رهبرم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست در هر تنگی، رهبرم اوست در پیروی شمین مانم، مسرورم چون رهبرم اوست. در دست او این دست نهم، هرگز گله‌ای نکنم، خوشنودم چون که میدانم حبتم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست، رهبرم اوست در هر تنگی، رهبرم اوست در پیروی شمین مانم، مسرورم چون رهبرم اوست. چون عمر من به سر آید با فیض او زر